من تمام عمرم در افغانستان سپری شدم. خب همیشه اینجا بودیم. به می خاطر ما یک نسلی هستیم. وقتی صحبت هم میکنی کار خبرنگاری ما به دلیل متفاوت است. شاید بسیاری ها بگن جدی هستی، بسیاری ها بگن که برخوردت یک نو است، ولی رنگ در قلم ما جریان نداره. خون دل هزاران شهید، یتیم، بیوه و آواری سرزمین است. وقتی با این قلم داری مینویسی بسیار جدی میآید، بسیار تند میآید، بسیار صریح است. وقتی با این قلم نوشته میکنی و سوال طرح میکنی میفهمی که خیلی جدی باید باشه این سوالا. خانه تا دفتر میای همه چیز با چشم سر میبینی، میبینی که در کنار سرک یک هموطنت، یک برادرت افتیده و صبح هم چای نخورده. واقعا برای درد میده. اینطور نیست که بعضی ها این اصره دارن که کار خبرنگاری، البته قطعا که در این نباید احساساتت را شریک بسازی، اما کار خبرنگاری یک بخش دیگه هم داره که هر خبرنگاری بالاخره انسان هم است، ربات نیست. ما که انسان ها هستیم. وقتی میبینیم مظالم را در جامعه خوب را باید بگوییم و این کار را هر کسی را که من میبینم چه در افغانستان بیرون از افغانستان من میآموزم، در حال آموزش هستم. چون خانواده ما یک خانواده است که زمانی که صبح از خواب بیدار شدیم وقتی کودک بودیم از صدای قرآن و نوای قرآن و صدای بشنوزنه و شعر حافظ و سعدی و شاهنامه فردوسی همینها جریان داشتن. بله. پدرم یک روزنامه‌نگار است. با او دلیل ما روزنامه‌نگاری را در خانه آموختیم و در مکتب پدر تا می حدی که مردم افغانستان یکی از ویژگی‌هایشان که می‌گفتند مهمان نواز هستند، بسیار مردم قدرشناس هستند. در برابر کوچکترین کاری که شما در این اجتماع انجام بدین، بله، مردم بزرگترین محبت‌ها را تقدیم شما می‌کنند. و این یکی از ویژگی‌های مردم ما است که افتخار.